نادر گلچین خواننده پیشکسوت موسیقی ایران. نادر گلچین در 10 آذر سال 1315 در شهر رشت متولد شد. از کودکی به موسیقی علاقه فراوانی داشت و از 12 سالگی همکاری با رادیو رشت را آغاز کرد که در اختیار تیپ رشت بود و زیر نظر مدیران ارتش اداره می شد. او خواننده محلی رادیو گیلان بود. همکاران وی در این رادیو عبارت بودند از علی اکبرپور، نوازنده ساز آلتو ویولون، نادر پور دلجو، نوازنده ساز قرنه و عده دیگر از هنرمندان به نام رشت. سال سوم دبیرستان به هنرپیشگی روی آورد و در تئاتر رشت در نمایشنامه‌های بارگاه هارون الرشید و خواب‌های پینه‌دوز شرکت کرد و آوازهایی را نیز در بازیگری اجرا کرد. نادر گلچین در سال 1339 به تهران آمد و بیدرنگ فعالیت‌های هنری خود را در اداره هنرهای زیبا و وزارت فرهنگ و هنر آغاز کرد. اولین برنامه خود را با ارکستر محمود تاجبخش اجرا کرد و تا سال 1354 در این اداره به ترتیب با ارکسترهای فرامرز پایور، عباس خوشدل، عبدالکریم مهرفشان، عماد رام و مصطفی پورتراب ادامه همکاری داد. او در سال 1350 همکاری خود را با رادیو ایران شروع کرد که تا سال 1362 ادامه داشت. گلچین در برنامه‌های مختلف رادیو به ویژه برنامه گلها فعالیت چشمگیری داشت و با هنرمندانی چون فرامرز پایور، منصور صارمی، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، علی اصغر بهاری، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، فضل الله توکل، جهانگیر ملک، امیر ناصر افتتاح، محمد اسماعیلی، آبتین اجلالی و منصور نریمان همکاری کرد. از کارهای او که بسیار مورد استقبال شنوندگانش واقع شد، اجرای آهنگ آمد نوبهار اثر مهدی خالقی بود که به رهبری فرهاد فخرالدینی بازسازی و با گروه کر رادیو اجرا شد. نادر گلچین بر اساس قراردادهای فرهنگی هنری بین ایران و دیگر کشورها همراه با ارکستر فرامرز پایور به الجزایر رفت و موسیقی سنتی ایران را به هنر دوستان آن کشور معرفی نمود. از دیگر کارهای برجسته این هنرمند کنسرتی بود که به نفع زلزله زدگان بوئین زهرا همراه با ارکستر عماد رام برگزار کرد. نادر گلچین در طول فعالیت‌های هنری خود متجاوز از 300 آواز و آهنگ اجرا کرد و در کنار کار خوانندگی مدیر مسئول یک شرکت تکثیر نوار مجاز موسیقی نیز بود. در سال‌های پس از انقلاب نادر گلچین از صحنه موسیقی کشور کنارگیری کرد. خود او در این باره در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری اظهار داشته است: من عضوی از وزارت فرهنگ و هنر بودم. سالها در این وزارتخانه با ارکسترهای مختلف همکاری داشتم. آن موقع به اقتضای جوانی حس و حال فعالیت در من زیاد بود. ولی با نزدیک شدن به ایام پیری خود به خود
میل به فعالیت‌های هنری کاهش یافت. در ظاهر اینطور نشان نمی‌دهم، ولی به قول شاعر، بر ظاهر آباد من امید مبند، من خانه ویرانم از من بگریز. نادره گلچین پس از 35 سال در ایران آلبومی به نام گریز منتشر کرد که کار مشترکی با فریدون شهبازیان بود. در 17 دی ماه سال 1386 در فرهنگ سرای هنر ارسباران مراسمی برای نکوداشت نادره گلچین و یادمان محمود خانساری برگزار شد و از این هنرمندان عرصه موسیقی تقدیر به عمل آمد. نادره گلچین در 31 شهریور سال 1396 به درود حیات گفت. روحشان شاد و یادشان گرامی.
Thank you.